نرگس محمدی فعال مدنی و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به 16 سال زندان محکوم شد. تقی رحمانی فعال ملی مذهبی و همسر نرگس محمدی در گفتگو با صدای آمریکا خبر صدور این حکم را تایید کرد. این فعال حقوق بشر که به تازگی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان قهرمان آزادی اطلاع رسانی مورد تقدیر قرار گرفته، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به 16 سال زندان محکوم شده است. گفته می شود که مشارکت در تأسیس کمپین لگام کارزار لغو گام به گام اعدام عمده ترین اتهام مورد استناد برای این حکم بوده است. دیروز وکیل فراخوانده شده و حکم بهش ابلاغ شده. ایشان به خاطر راه اندازی و مدیریت لگام به 10 سال زندان محکوم شده. حتی تو اطلاعیه 5 آذر 1392 اعضای مؤسس نرگس توش نیست. یعنی خیلی قابل توجه. نرگس محمدی مبتلا به 2 بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان عوارض این 2 بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود. او بارها در زندان دچار شوک عصبی شد و در حالی که با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود در بیمارستان بستری شد.